آواز کورا گاز آگه دور اساس و گنگ بمیدو خیلی خوش اومدید. امروز اومدیم با هم دیگه دوباره توییتر ایرانی یا همون کامنت ایرانی رو با هم دیگه بخونیم. این سری رو خیلی دوست دارید، خیلی حمایت میکنید، دمتون گرم. واقعا هم جالبه وضعیت توییتر. نمیخوام خیلی زیاد ویدیو رو طولانی کنم، دوستام زودتر بریم ویدیو رو شروع کنیم. فقط فراموش نکنید اگه از اینجور ویدیو خوشتون میاد حتما ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید، سابسکرایب کنید، چنل خیلی به من کمک میکنه. اینستاگرام منم روی صفحه میاد، توییتر منم روی صفحه میاد، حتما اونجا رو فالو بکنید چون اونجا جاییه که با هم دیگه خیلی ویدیو میگیریم. ازتون میخوام که بیاید کانتنت بدید، فلان کنید، نظر بدید، بلا بلا بلا. بریم ویدیو رو شروع کنیم. نمیدونم چی دیدین ولی این لیمو در حال تف دادنه. اوکی لیموهاتون از کدوم داروخونه خریدین؟ راست میگه تو خونه لیمو صداش میزنید؟ اما واقعا لیمو دیدم و بعد فهمیدم با یه چیز دیگه میدیدم. تست مقاومتش در برابر حرارته. بله همه ما فکر کردیم همون چیزه. آره هممون فکر کردیم همون بادکنک های بزرگ سالانه. سوال من اینجا که چرا لیمو رو این مدلی تف دادیم؟ نمیتونم، بخواد شاید باش مربای چیزی روش کنه. I don't know. Who knows. مگه یک بار مصرف نبود؟ داری زدوفونی میکنی؟ چی کار میکنید با خودتون؟ لعنتی ها، چقدر پیگیر اخبار آیفون 13 هستید. بعد از آیفون 6 دیگه هیچ رابطه‌ای بین من و شرکت اپل وجود نداره. واقعا راست میگه. کاربرای آیفون وقتی از تغییرات عظیم آیفون 13 میگن. آیفون 13، آیفون 12، آیفون 11، آیفون 10. دقیقاً هیچ تغییری لعنتی نکرده و اصلا نگیرید، جدی بهتون میگم. حالا رفرشتش تغییر کرده و نمیدونم سخت افزارش قوی تر شده یکم. هیچ تغییری علاوه ظاهری و این واقعا نکرده. واقعا پول دور ریختن. اپل ام سوری. حالا آیفون 12 رو میشه با یک کلی و نهایت یه قرنیه به دستش آورد. واسه آیفون 13 قشنگ باید یه شقه بدن تو بدی بره. این قدیه رو تو ایران؟ اینجا قیمتش اونجوری تغییر نمیکنه اصلا. همون قیمت پارسال مثلا. آیفون ایکس اس. واقعا همه آیفون اصلا هیچ تغییری نمیکنه خدایا. دانلود تم آیفون 13 برای اندروید. دخترای مستقل برای آیفون 13 باید تا ولنتاین صبر کنن. اوف. با یه جمله نشون بده از فروشنده ایرانی خرید کردی. از اون مدل فقط تن مانکن دارم. اگه مطمئنی میخری درش بیاره. دقیقاً همینطوریه. بابا لعنت بهتون. بعد اصلا هم تن مانکنی نخرید. چرا اینقدر زیر اون نور لامپ لعنتی بوده؟ واقعاً رنگش تغییر میکنه. مثل اردک دنبالت راه میافتن. انقدر بدم میاد خدا رو شکر اینجا اینجوری نیستن اصلا. رفتی از خودت تا صداش هم نظر نمیاد اصلا طرف. قیمت ثابت خانم، ما خودمون 1000 تومن از این بیشتر سود نمیبریم. به خدا دروغه. برای بهترمون هفته بعد میاد، یه سر بزن. آره این خرید قدیمه ها، دفعه بعد بیای به این قیمت نمیتونی پیدا کنی ها. آره راست میگم. برو بپرس همین دو تا خیابون بالاتر 500 جنس وی 300 است و خود از همه گرانتر میفروشد. آره فقط کاره ما اوریجینالا، همکارا ارزون دادن نخری یا چینی. اوف همینو به شما میفروشم، باید یه پولی هم بذارم روش برم دوباره بیارم. وای راست میگه، اینم خیلی میگن دروغ. ای خدایا اگه تو دیت اول طرف بگه تو خیلی زشتی چیکار میکنید؟ من از جایی که زشت نیستم. نمیدونم واقعا تا حالا توی همچین شرایطی قرار نگرفتم، ولی اگه یکی بهم بگه تو دیت اول بشینم برگرده بهم بگه وای تو چقدر زشتی، طوری هم که اوکی خوشحال شدم از زشتی. You a bitch. میگم او اخلاق من ندیدی. خوب بود. نفرمایید زشتی از خودتونه. یه جوری اومدم که تو فکر نکنی فقط خودت زشتی، ناراحت نشی. اوف چشمات زشت میبینه. خوشگل بودم که با تو بیرون نمی اومدم. هیچی بعدها تو حموم یه جواب خیلی خوب براش پیدا میکنم. آره دیدی تو حموم یه کامبک خیلی گنده برای یه اتفاق که داخل قدیم افتاده یه پیدا میکنید. میگم میدونم، برای همین برای منم قیافه و شعور اصلا ملاک نبود. این خیلی بد بود. آره اینو میگم. آره اینو میگم. میگم خوبه پس به هم میاییم. اوف
قهوه، نوشیدنی، بستنی، هر کوفتی که دم دستم باشه میکوبم به صورتش، موهاشو میگیرم میکشم، جیغ میزنم، بعدم میذارم میرم. چه کاریه؟ یه چک بخوام تو گوشش باشه برو. شاید ظاهرم زشت باشه ولی مطمئن باش باطنم از باطن تو قشنگتره. اوف. بعدم اینجوری صحنه رو ترک میکنم، میذارم تو دهنش تا بفهم اخلاق من زشته. پسرا وقتی دوست دخترتون پریوزه اینجوری خوشحالش کنید. خب ببین مرض قند میگیره بعدش. اوکی. البته پسرا که بعد دیدن این توییت بلند شدن دارن میرن خرید کنن، توجه کنن قبلش پای دوست دختر داشته باشید. That's a fact. من به ساق طلای کاکائویی هم راضیم ولی کو آدمش نیست. آخه اون وقت پسرا ناراحت بشن، شما در مقابل چجوری خوشحالشون میکنید؟ موهاتونو دومسبی ببندید. خب این کار حرکت خوبیه، ما به سر خوشم میاد و سنوت. این مگه پک کادوی ولنتاین نیست؟ آه نه، برای پریود هم میتونی استفاده کنی. پیتزا هم خیلی جوابه، اینم میدونم. ما اگه پول اینا رو داشتیم که ازدواج میکردیم، اینم راست میگه. والا اگه اینا میدن بگین منم پریود بشم. داشت جفر حالا داشته نمیخواد پریود بشی، بگین که فقط من نیستم دلم نمیاد از این استفاده کنم. What the fuck is this? کتاب جلد؟ وا نه چیه اینا؟ یکیشو فقط استفاده کردم، بقیهشو جمع کردم، هی میرم جدید میخرم. چرا اول فکر میکردم اینا پتوه؟ من فکر کردم بالشته. چه کوفتی داریم میبینیم؟ مال من کهکشانی تازه. نوار بهداشتیه؟ مگه نوار بهداشتی رنگی؟ اینا دیگه چیه؟ تردار کهکشانی چه فایده داره؟ What the fuck؟ من اول فکر کردم شکلاته، من فکر کردم پتوه، بالشته. یه بار داداشم فکر کرده بود لواشک برداشته بود از کیفم، خاک تو سرم کنم. چرا اول فکر کردم بسته بیسکویت هست و میخواستم منشن بذارم منم دلم نمیاد ازشون استفاده کنم. پشمام جدن نوار بیداشتی اینقدر شیک و خفن. اوکی. من اول فکر کردم رو تخته، من فکر کردم بالشته. فقط اونایی که اومدن میگن این چیه، خب معلومه دیگه، ویفره. ویفره را خوبه. بعد فرقی هم داره مثلا رنگ و بو و I don't know. کهکشانی ململانی شهشهانی. قشنگترین کاری که پارتنرتون انجام داده چی بوده؟ لعنتی یه بار تو اوج دعوا آفتاب تو صورتم بود، یهو دستش رو گرفت رو پیشونیم که آفتاب نخوره تو چشمام. اوفی هنوز هنگ اون لحظه. آخه خوب بود، خوب بود. با دوستم هماهنگ کرده بود، به من گفتن بیا مچ دوست پسرتو بگیر داره خیانت میکنه. من با حال زار رفتم دیدم سورپرایز تولدمه. این قشنگترین کاری که بود که کرده بود. من بودم خیلی بیجنبه بودم، اینجوری بودم که قشنگتر میتونی سورپرایز کنی. Fuck you, I don't wanna see you again. شب بود یهو پیام داد بیا پایین دم درتونم. رفتم پایین دیدم از قهوه فروشی مورد علاقم قهوه مورد علاقم خریده واسم آورده. شاید خودش ندونه ولی این کارش پیش من 100 برابر عزیزتر و ارزشمندترش کرد. اوفی نو شب براش قهوه آوردی، اون دیگه خوابش نمیره. تپیکار خانوازیه وقتی بهشون میگی سرارای یه خوراکی بخرین، دقیقا همینه. چیزی که انتظار داریم اینه که یه خوراکی خوشمزه اینطوری خوشمزه جات بگیرن و برامون 4 تا بسکویت سگ میگرفتن. اوف. همین دیشب البته من دیگه چون چی شدم برای خودم هر چی دلم بخواد میگیرم. اوف. ولی واسه ما اون پایینی هم نمیخرن. آخه واسه من پنیر جای بستنی میارن، میگن با هم ما هم باید بخوریم که. اسم این غذا چیه؟ من حس میکنم باهاش باید شیر کاکائو سفارش بدم. What the fuck؟ چرا تو همبر بسکویت رو چی گذاشتی؟ اوریو؟ اسمش بود؟ چرا اولش فکر کردم اون لبه های بسکویت ها کرمن؟ پنیره. شد. برای اولین بار برگر دیدم و دلم نخواست. این چه زهرماریه؟ اما بشنوید از کافه که دو چیز خوشمزه را به چیزی بدمزه تبدیل کرد. اینو باید با دوغ آبلی بزنی. آره انصافا اینو راست میگه. آب لیمو سفارش بده باش. آره که بشوره مسمومیتت بشوره بره.
چرا بیسکویت ها رو میریزی تو برگر ها؟ آخه چرا این کار رو کردی؟ من میدونم که عاقبتش اسهاله. آره الان باید باهاش نوشابه سفارش داد یه شیر کاکائو مامان. دختری که انار با شیرینی دارمارکی و خیارشور و خورما میخوره چیه؟ یک اسهالی. آخه چرا؟ چرا این کار رو با خودتون میکنی؟ دختری که امشب باید کنار دستشویی بخوابه. خود خلی. دختری که درمان یبوست پیدا کرد. یه اسهال متحرک. قیافه مدد بعد از خوردن این ترکیب. بشنوید از دختری که رویدادش با وسیله شیرینی و خیارشور و انار کاملا از بین رفت. دختری که تازه سیم کارت ایرانسل خریده. وات فاک چه ربطی داره؟ تازه نخریده. ما دو سال داریم میبینیم این سیم کارت ها رو. وات؟ فشام سیم کارت رو به چی ها توجه میکنید؟ لعنتی ها. اینا رو بهتون بدن حاضر راز دوستتون رو لو بدید. من پدر مادرم هم میدم. دوستم حامله شد از دوست پسرش. پسر گردن نگرفت. جوابش هم نداد. میخواست سخت کنه. بعد چون پول نداشت رفت از یه پسر دیگه بکنه که سخت کنه که فهمید حامله نبوده اصلا. گلن تی بیام تحویل بگیرم. بقیهش تو محل تحویل تعریف میکنم. واقعا متاسفم. چی فکر کردی درباره ما اینکه پیشنهادو میدی؟ دوستی و رازداریاش. حالا کجا باید بیام بگیرمشون؟ اوف. چی؟ دوستم با فک فامیلش کتبسه تحویل میدم. همین قرآن. خودش لو میده به ما نمیرسه. راست میگه. پاپوشم براش درست میکنم. این خیلی خوب بود. نایس. این مشتریه. خوب. نایس. خود دوستم هم به عنوان اشانتیوم میدم. حالا دیگه این کارا رو نکنید. گایز کامان. من انقدر بیشون نیستم که بگم رفیقم مازوخیست داره و خودش رو دستش خط میکشه. واقعا فکر کردیم میام بگم همین دوستم با 25 سال سن هنوز منتظر ایدی گرفتن از بابا بزرگشه تا خرجشو در بیاره. نه آقا من نمیرینم تو رفاقت هامون. دایرک لوک میدم بفرستم. دوتاشون سیگار میکشن. یکیشون گل هم میکشه. خونه که خالی بشه قلیون و مشروب و سیگار به راه میشه. یکیشون یه شب پاسگاه بوده. یکی دیگه شون هم رو خواهر یکی دیگه. یکی کراش داره. حالا بده اینا رو. این که پاره کرده پشپاپ. با پسرگرم از این ویدیو میتونه از لذت برده باشید. فراموش نکنید اگه از اینجور ویدیو دوستت بازم ببینید حتما ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید، سابسکرایب کنید. چنل خیلی به من کمک میکنه. اینستاگرام من روی صفحه میت حتما اونجا رو فالو بکنید چون قراره دوباره به زودی با هم دیگه ویدیو بگیریم. پس مطمئن شید اونجا رو فالو میکنید و میبینمتون تا بعد. ولی انصافا ساندویچ با بسکویت و این حرفا really dude سوالو so,